سلام دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری. به عنوان اولین سوال میخوام یک بازخوانی مجددی داشته باشیم روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 5+1 را از ابتدا تا امروز، یعنی مسکو. البته مذاکرات تازه شروع شده، یه 37-8 دور که بیشتر مذاکره نکردن، یه خورده دیگه کار داره تا برابچ بتونن اون داستان چیز هست، اون آقا غنی اینا رو دعوتش بکنن و اینا. نه اینکه بگم تا اینجا هیچی دست آورد نداشتیم، ما خیلی جلو رفتیم. شما نگاه کن، یه موقعی بود که باید قسم آیه میخوردیم که اصلا سانتریفوج نداریم. الان شفافیت به جایی رسیده که 10,000 تا 10,000 تا بحث میکنیم، یعنی دیگه نمیشه چاخان بکنیم. از همه مهمتر اینکه الان دوباره داریم برمیگردیم استانبول، یعنی ما ثابت کردیم در خلال این مذاکرات که زمین گرده. این خودش خیلی مهمه. یه موقعی اون گالیله بدبخت همین حرف رو زد، کبابش کردن، ولی ما الان با شجاعت اینو داریم اثبات میکنیم. من همینجا محکوم میکنم حرف اون شاعر دروغ پردازی رو که گفت وقتی توپ گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنین تو دروازه. کجا زمین درازه؟ زمین گرده. شعار ما اینه، وقتی زمین گرد و مذاکرات درازه این جلیدی رو ول بدین عین اسب برای خودش بتازه. البته در مسئله مناقشه نیست، فردا طرفدارای حقوق حیوانات دارن یقه ما رو بگیرن که چرا به جلیلی گفتی اسب. خیلی هم دلتون بخواد، من با همه کسایی که میگن که جلیلی قد اسب نمیفهمه خیلی هم مخالفم. ایشون قد اسب میفهمه، قبلا هم ثابت کرده. دست کم نگیرینش. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله. میفرمودن که یه یارو رو دیدن نشسته داره با یه الاغی شطرنج بازی میکنه، گفتن خجالت نمیکشی با الاغ شطرنج بازی میکنی؟ گفت نه، همچین هم دست کم نگیرین، همچین نفهمم هم نیست، فعلا که صحیح جلوه. تحلیل و تفسیر حضرت عالی از مطالبه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات چند دوره اخیر و امروز مسکو چه بوده است؟ از قدیم گفتن اگه سوار موتور زندگی تک چرخ بزنی ممکنه تندتر بری، ولی بالاخره میفتی. حرکت ما به سمت مذاکره یه نوعی تکچرخ استراتژیکی بود. خدمت مقام عظمم گفتم قبلا که سوسک وقتی که مست بکنه میره بغل دمپایی دراز میکشه. ما هم الان یه مقدار تو این وضعیت هستیم. البته دراز کشش خوبه، ولی اون دمپایی خود این خطرناک شده. از 11 تیربام که تحریم نفتی شروع بشه بدتر هم میشه. من به نظرم باید بریم تو دستگاه گریه زاری، چون کلا آدم دو موقع گریه میکنه، یه موقع که فریب خورده، یه موقع وقتی که میخواد کسی رو فریب بده. فکر میکنید ادامه این رفتارهای ناعادلانه و یک جانبه از سوی غرب و کشورهای 5+1 و اینها آیا تأثیری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت یا خیر؟ تأثیرم نداشته باشه تحبیات که داره. خواستم یه کمی فضا تلطیف بشه، یه بوی سیر و پیازی هم بیاریم تو برنامه که احساس تنهایی نکنی، فکر کنی فقط توی شلغمو گذاشتن اینجا. با توجه به ضیق وقت و اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، محبت کنید در حد 2-3 دقیقه نظر، نگاه و دیدگاهتون رو در خصوص چشمانداز مذاکرات آتی و ادامه این روند بیان کنید. من میگم تو بیا این فهم و شعور انبوه و اضافی تو بذار دو بانک کسی نبره. اولا مگه تالا داشتم گل لغت میکردم ناکس؟ ثانیا تو 2-3 دقیقه هم نظر بگم هم نگاه هم دیدگاه، خجالتم خوب چیزیه، هر کدومش نیم ساعت وقت میخواد. داری بده نداری کشکی واسه من اینجا افه نیا، ادای موجی درست حسابی هم لازم نکرده تو یکی در بیاری. به یارو گفتن ادای بچه کوچولو در بیار، رفت زد لباسش رو چیز کرد کثیف کرد و از این حرفا. به هر حال من زودتر حرفامو تموم میکنم که خداحافظی و جمع و جور کردن برنامه به من نیفته. خودت یک کاریش بکن. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله. میفرمودن که همیشه دیرتر از همه برو سر سفره، زودتر از همه هم بلند شو تا زحمت چیدن سفره و جمع کردن سفره به گردنت نیفته. اه!